سلام. افغانستان یک کشور وارداتی است، کشوری که از میلیون ها کمک و حمایت اقتصادی جامعه بین المللی خود را زنده نگه می دارد. 13 سال از پروسه حمایت کشور با کمک های در تمام عرصه ها به وسیله کشورهای بین المللی می گذارد، ولی هیچ گامی، هیچ نشانی برای رفتن به سمت انتقال اقتصادی دیده نمی شود. اتاق تجارت کشور از کاهش 20% صادرات کشور گزارش می کند و ریاست صادرات وزارت تجارت کشور آن را رد می کند. پیرامون موضوع بانو نجلا حبیبیار را که رئیس صادرات وزارت تجارت و صنایع کشور هستند به استودیو تشریف آوردند. تا نیم ساعت دیگر در برنامه زیربنا با من ویدا ساغری خواهید بود. بانو حبیبیار، به برنامه خوش آمدید. سلام به شما. زنده باشین. بانو حبیبیار، قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، چه عوامل بیشتر سبب کاهش صادرات میشه؟ من خب اصلا از کاهشش خبر ندارم، چون یک خبر بسیار جالب برای من بود، بخاطر که ما ارقامی که از خود اتاق تجارت گرفتیم و هم افزایش نشان داده در رو به اول، و ارقامی که از گمرک داریم او خود 31% افزایش نشان داده در سال جاری. مامرای تجارا هم به تماس هستیم، تجارا هم به ما نمیگن که کاهش بوده. فقط یکانه چیزی که ما ضربه امسال دیدیم از سنگ مرمر بود، نسبت به ارقام دیگه کمک کمتر شده، و در این زمان از میوه تازه ما، خربوزه ما به حساب ضرر دیده بود، چون مرضی که آمده بود متاسفانه دوا پوشی درست نشده بود، و در این زمان وزارت زراعت که باید از مواد کیمیایی را برای تجارا میرساندن و بر دهقان نرسیده بود، که یک چالش کلان ما مو بود در امسال گذشته. ولی ما ارقامی که دست داریم، یعنی صادراتی که ما فعلا ارقامش داریم، از خود اتاق تجارت هم افزایش نشان میده، از وزارت مالیه که بخش گمرکشان است که هر چیزی که صادر میشه اونجا ثبت میشه در سیستم سیکودا، او هم بر ما 31% افزایش نشان داده. دیگه از او خاطر من هنوز هم به این باور نیستم که ما ارقام صادرات بگیم که کاهش یافته باشه یا حالت رکودی را به خود گرفته باشه، به خاطر که این یک کار خود بود که ما عوام فریبی خود بگیمش. بسیار خوب. شما قبل از اینکه به سوال از شما بشه به جواب مسئله پرداختید، ولی باز هم تکرار میکنیم این که چه عامل بیشتر سبب کاهش صادرات میشه در یک کشور؟ در یک کشور کدام عوامل صورت میگیره؟ مثلا دلیلی که افزایش صادرات بیشتر نشده در افغانستان، یعنی فوق‌العاده زیاد نتانستیم صادر بکنیم نسبت به واردات، اگر بگوییم، یعنی ما اگر واردات و صادرات افغانستان مقایسه کنیم واقعا مقدار بسیار کم ما صادر میکنیم. مختلف عوامل است. عوامل داریم که ما ابتدا از خود امنیت افغانستان ما بحث میکنیم، دلیلی که صادرکننده های ما بیشتر در بخش های زیربنایی سرمایه گذاری نمی کنن، امنیت افغانستان یک چالش بزرگ بوده. مثلا ما سالهای گذشته که مشکلاتی که داشتیم، پولی از او دسترسی به پول از تجارا، دسترسی به زمین مشکلات اساسی هست که ما تجارای ما روبرو هستن و زم روبروش، این مشکلات عمومی است. ولی با وجود از او هم ما سال گذشته فوق العاده کوشش ها کردیم، کارها کردیم، و خود اتاق تجارت فوق العاده زحمات کشیدن که در حقیقت ما فکر نمی کردیم که ما ارقام را بشنویم. تا جایی که ما امروز ارقام بررسی کردیم، دیدیم که اونا 3 ماه سال فعلی را با 1 سال مقایسه کردن که 20% کاهش نشان داده، ولی 3 ماه را نمی تانیم که 1 سال مقایسه کنیم، چون 3 ماه در 3 ماه مثلا روبه اول با روبه اول، روبه دو با روبه دو مقایسه میشه. 3 ماه نمیشه که جوابگوی 1 سال باشم. آها، بسیار خوب. چند درصد شما افزایش در صادرات گزارش میکنید؟ ما در افزایش به اساس ارقام گمرک که وزارت مالیه هست، از وزارت مالیه گرفتیم، 31% افزایش نشان میده. دلیل این افزایش چی میتونه باشه؟ دلیل افزایش امسال ما خوشبختانه امسال اولی که ما تولیدات زراعتی ما بیشترین بخش صادرات ما را تشکیل میده، و خوشبختانه امسال ما فصل خوب داشتیم. یکی دوم دیگه، ما بازاریابی فوق العاده کرده بودیم، یعنی قبل از اینکه داد ما به مارکت برسه ما تجارا داشتیم، خریدارا داشتیم. در همین زمان هندوستان یکی از مارکت های بسیار کلیدی ما بود، که ما 2 تفاهم نامه هم را هندوستان امضا کردیم، و تفاهم نامی ما هدفش همین بود که تولیدات افغانی را بدون از مارکت دلی به مارکت های جدید برسانیم. ایجاد دفتر تجارتی ما در هندوستان یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما بود. ما امسال با همکاری ارگان مختلف و حتی اتاق تجارت صنایع ما تونستیم پروسیجرهای صادرات کاهش بدیم، یعنی بعضی پروسیجرهایی که واقعا
بیوکراسیایی بود که تجارت را درد سر میداد، صادر کننده های ما را وقتشان را ضایع میکرد، اونا را ما تانستیم که از بین ببریم و بعض چیزایش که ضرورت نبود را اختیاری کردیم و به خاطر که بعض اسناد هست که برای یک مملکت ضرورت میباشه با ممالک دیگه ضرورت نمیباشه، او چیزها را ما کاملا اختیاری کردیم و پلی ازو نمایشگاه مختلف بیرون از افغانستان ما هم سال تدبیر کرده بودیم که تقریبا تا به حالی که ما نمایشگاهی را که تدبیر کرده بودیم، پالیزو مشارکت های تجارتی را که تدبیر کردیم، تقریبا به 15 نمایشگاه و برنامه های تجارتی میرسه که فعلا هم ما دمی هفته که بعدن برنامه داریم که تجارای ما به ترکیه میرن، تجارای ما به جرمنی میرن، دهن زمان به ایتالیا نمایشگاه داریم. بیشترین تمرکز ما بیرون از مارکت های افغانی بوده و مارکت های جدید بوده که ما بتانیم تحت پوشش خود قرار بدیم. یعنی فوق العاده کارهای زیاد شده. در بخش صنایع دستی ما با همکاری حرکت تانستیم یک مرکز بسیار زیاد خوب را ایجاد بکنیم که تولکیت یا اسنادهای به حساب استانداردهای صنایع دستی افغانستان ایجاد بکنن که او هم شده، ترینینگ های مختلف صورت گرفته، ترینینگ های ولایتی صورت گرفته. همین زمانی که من شما گپ میزنم فردا یک تیم ما به ولایت مزار و چند ولایت دیگه میرن که همین ترینینگ ها را در مورد آگاهی بر صادرات افغانستان بدن. یعنی فوق العاده کار شده که ما خوشبختانه 31% افزایش دیدیم و ارقام خب هنوز هم گفته یگان تا چیز است بزرگترین و به اساس تفاهم نامه که ایپا اداره انکشاف صادرات افغانستان با وزارت مالیه که گمرک بخش گمرکشان است و در همین زمان اتاق تجارت امضا کرده، به خیر از این سه ارگان هر ارگانی که ارقام میده او ارقام قابل اعتبار نمی باشم. پس شما ارقامی که وزارت ببخشین اتاق تجارت کشور میده او را قابل اعتبار نمیدانید؟ نه خیر، نه، به خاطر که بر ما تفاهم نامه‌ای که بین در بین به حساب ارگان کلیدی دولتی افغانستان صادر شده امضا شده، او چیزی هست که ما او را قابل اعتبار می‌داریم و ارقام به خاطر یک مشکل دیگه که ما هم در تجارت افغانستان از جمله ارگانای کلیدی نیست. ارگانای کلیدی هستن ولی متاسفانه یک چیزی را که ما مشکلات داشتیم این بوده که بارها هم را اتاق تجارت گفتیم بعض اوقات اندر انوایس میکنن، یعنی قیمت همتر را کمتر نوشته میکنن به دلیل از اینکه با تجار کمک کرده باشن و در آخر سال تجار مالی خود نپردازن، مالی بر عواید، چون مالیات بر مالیات انتفاعی بر صادرات نداریم ولی مالیات بر عواید داریم. چه دلیل همچون کار میکنن؟ خب ایره خودشان بیشتر جواب داده میتونن، به خاطر که ما چیزی که شنیدیم همی بوده که چون تجارای صادر کننده ما تشویق نمیشن ما ایره تشویق میگیم، ولی در حقیقت ما فکر نکنیم که تشویق باشه به خاطر که ارقام درست صادرات ما نمیتونیم داشته باشیم. بسیار خوب، آیا هماهنگی بین وزارت تجارت کشور، وزارت مالی کشور و اتاق تجارت وجود نداره که یک رقم بسیار انگفتی از افزایش و یا کاهش گزارش میکنه هر ارگان به نحوی در هر زمانی؟ مثلا شما 31% افزایش صادرات گزارش میکنه، اتاقای تجارت حدود 20% کاهش گزارش میکنه و شدیداً اتاق تجارت مثلا رد میکنه. خب ما به اساس ارقامی که ثبت اسیکودا سیستم و وزارت مالیه بخش گمرک شده، ما به اساس از او ارقام چیزی که از دروازه افغانستان بیرون میبره، ما به اساس از او ارقام خود میدیم. اگر تجارا پیش اتاق تجارت نمیرن، به خاطر که یک چیز دیگه هم وجود داره، به خاطر که سرتیفیکت اف اوریجن چند چیز بود که اختیاری صورت گرفته، شاید بعض تجارا ضرورت ندانن که برن اتاق تجارت امور بگیرن و می دلیل خاط باشه که اتاق تجارت تمام چیزها رو ثبت کرده را میدانن. و برعکس اتاق تجارت مدعی است که وزارت تجارت کشور و همچنان مالی کشور در عدم آگاهی به سر میبره از ارقام و معاملاتی که صورت میگیره و صادراتی که از کشور به بیرون میشه یا واردات همچنان بس واردات. شما چی نظر دارین در این مورد؟ فکر کنم کاملا نظر شخصی شان هست، به خاطر که دولت افغانستان ارقامی را که صادر ما میتیم ارقامی است که ثبت است و ارقامی نیست که ما خیلی فکر کنیم و او را بیاریم برای
مردم افغانستان بگوییم و سبب چالش و درگیری شد. به خاطر که ما چیزی را که می‌خوایم که واقعا باشه، امیل لحظه که ما بر شما میگیم، با وجودی که ما سال گذشته ما تقریبا 514 میلیون صادرات افغانستان بود، ولی در حقیقت صادرات افغانستان بیشتر از 1.5 میلیارد دلار آمریکایی است. ولی متاسفانه نسبت امی اندر انوایسینگی که میگن، مثلا شما ارقام که اتاق تجارت داده و امی علام هست، مشکل دیگه است که نشان میکنن قالین افغانستان یک متر مربعش 20 دلار آمریکایی است، در حالی که قالین افغانستان در داخل افغانستان به او قیمت فروخته نمیشه و بیرون از افغانستان که میره او طبیعی از ارزشش بلندتر میره و این به خاطر است، فقط به می دلیل هست که اتاق تجارت حمایت میکنه سکتور خصوصی را و خود اتاق تجارت هم سکتور خصوصی هسته و این حمایت کاملا حمایت غلط است، به خاطر که ارقام اگر غلط باشه، مثلا دولت مدارای ما، ارگانای کلیدی که در این راستا کار میکنن، تصمیم درست گرفته نمیتونن. بسیار خوب، اگر ما به منطق اتاق تجارت هم توجه بکنیم، منطق قوی دارد در این مساله، این که در این اواخر مخصوصا در این سال و سال گذشته ناامنی شدیدی در افغانستان، این سطح ناامنی ها بلند رفته و تجار سرمایه گذاری کمتر میکنن، صادرات کمتر دارن، واردات کمتر هست و سرمایه گذاری ها در بیرون صورت میگیره، مراودات اقتصادی در بیرون هست. خب در کل یک فضای ناامن بین در اقتصاد کشور نشان میده و این خودش باعث کاهش در صادرات میشه و همچنان به طول انجامیدن پروسه انتخابات و اینکه زعیم کشور تعیین شوه، این خودش میتونه تأثیری به سزای روی کاهش در صادرات داشته باشه. نظر شما چی است؟ چی دلیل چی میتونین داشته باشه؟ ما صادرات افغانستان صحیح است، ما نمیگیم، به صورت عمومی تجارت افغانستان بسیار زیاد خراب شده. به طویل کشیدن نتایج انتخابات تاثیرات بسیار زیاد داره برای سکتور مرمر ما داشته که ما براتون گفتم سکتورهای بسیار کلیدی که هزینه بسیار زیاد بلند داشتن، ولی در عین زمان فصل ما، صادرات ما بیشترش امر ممالک همسایه ما هستن، مثلا پاکستان، هندوستان، آسیای میانه و ایران. این ممالک بوده که ما صادرات خود کردیم و هنوز هم جریان داره، صادرات صورت میگیره. یگانه مشکلی که ما چند قبل داشتیم که تعرفه صادرات بسیار زیاد کرده بود پاکستان بر افغانستان، که خوشبختانه او را هم ما حل کردیم. دمو مشکل بسیار زیاد بزرگی بود که تجارت باید از تقریبا 10,000 فیتون بیشتر میدادن و او را ما حل کردیم. ولی در عین زمان صادرات افغانستان واقعا وابستگی به تولیدات افغانستان داره که خوشبختانه تولیدات افغانستان صادر میشه، ولی اگر ما بگوییم که ارقام غلط را کنیم و مردم به تشویش بسازیم که بگوییم اوضاع اقتصادی آنقدر خراب است که هیچ حد نداره، خب در بخش واردات ما بسیار زیاد کاهش دیدیم، یعنی نسبت به سال گذشته امسال واردات کم شده. این دنا دلیل نیست که صادرات زیاد شده، ولی در عین زمان نمایندگی از این میکنه که تجارت دیگه نمیخوان مال بیارن در افغانستان، پول خود اینجا بند بکنن. به خاطر از این نیست که مثلا تولید افغانستان دفعتا تولیدی شده، ما هنوز هم یک اقتصاد هستیم که وابسته به واردات خود هستیم. وارداتی که ما میکنیم از ممالک دیگه، مثلا تیل وارد میکنیم، چیزای دیگه را که وارد میکنیم، این چالش ها رو ما داشتیم، ولی در پولی از او ما ارقامی که بد دست داریم، یعنی ما به اساس از این نمیگیم که اوضاع ایگپا تاثیرات خود داشته، اما تو که گفتم ما در اجار قیمتی در سنگ مرمر کاهش داریم امسال و شاهدش هستیم، ولی متاسفانه در امتهای دیگه ما که زراعتی هست، نباتات طبی، میوه خشک، میوه تازه، این ارقام ما بسیار زیاد خوب صادر شده و در پولی از او خوشبختانه فعالیت های خانم ها بیشتر شده در امسال نسبت به سال گذشته. ما سال گذشته تجارت صادرات واردات بسیار زیاد کم خانم ها را داشتیم که در بخش صادرات واردات باشند، ولی امسال بسیار زیاد هستند. پالوی ازو با تاسیس مرکز برتر قالین، ما در بخش قالین فعالیت هایی را که کردیم، این خودش مارکت بسیار زیاد خوب را بیرون از افغانستان و خصوص اروپا و امریکا بر ما تشکیل داده که تولید قالین دفعتا نسبت به سال گذشته چون حالت رکودی داشت امسال بسیار زیاد خوب شده. این چیزای دیگه پلوی ازو یک چیز کم شده و یک چیز دیگه بیشتر شده و خوبتر شده. طبیعی است که اوضاع فعلی افغانستان، امنیت افغانستان تاثیرات بدون شک را داشته بالای صد به صورت عموم در بخش اقتصاد افغانستان. مثلا نمیال تجارت ما، یک تعداد تجاری که در زیربنا سرمایه گذاری میکردن، اونا تمام پول خود بلاک کردن و منتظر ازی هستن که نتیجه انتخابات چی میشه، که امیدوار هستیم هر چیز زودتر حل شوه و ما از بنبست و بحران اقتصادی هم بیرون برایم. ممنون شما. با یک وقفه دوباره به برنامه برمیگردم.
با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید. روی موضوع کاهش و یا افزایش صادرات کشور که گزارش های ضد انعکاسی را ما داشتیم، روی موضوع بانو نجلا حبیبیار رئیس صادرات وزارت تجارت کشور را در برنامه با خودمان داریم. بانو حبیبیار، داشتیم روی این بحث میکردیم که صادرات در کشور، گرچه شما در اول هم گفتین که آب و هوا خوب بوده، میوه های فصلی و وضع باغداری در کشور امسال بهتر بوده، صادرات در کشور میتونه که کل اقلام باید در بر بگیره، باید در بر بگیره، و شما بیشتر تاکید روی اقلام زراعتی میکنین امسال. آیا فکر میکنین که کل صادرات میتونه که اقلام زراعتی بالا ببره؟ افغانستان تقریبا 70% صادرات ما اقلام زراعتی هست، یعنی صادراتی که ما میکنیم از افغانستان 70%ش از زراعت تشکیل میده که نباتات طبیعی، میوه خشک، میوه تازه را در بر میگیره. پلی از ارقام دیگه که ما داریم، دستنای دستی مثلا قالین هست، مثلا کارهای چوبی هست، چرم هست، چیزای دیگه ما داریم. در عین زمان ما میتونیم بگیم سنگ مرمر است، ولی متاسفانه سنگ مرمر افغانستان با مشکلات، بخصوص معدن افغانستان، مشکلات را که ما داریم نوع استخراجش است. نوع استخراجش مثلا انفجار میدن و مثلا تقاضایی که به مارکت است، اونا به مارکت میگن بلاک های بزرگ باشه، به یک اندازه باشه و یک کیفیت باشه، که متاسفانه اینجا تا به نوز امو فابریکای زیربنایی اساسی و کلیدی ساختن نشده که اینا بتانن پاسخگو به او تقاضا باشن. پلی ازو مثلا زعفران افغانستان که از نباتات طبی افغانستان است، امسال فوق العاده ما افزایش در تولیدش داشتیم. پس این تولید زعفران افغانستان کجا میره؟ خب طبیعی است که یک تقاضا وجود داره، مارکت های بسیار زیاد خوبه، مثلا اسپانیا با وجودی که تولید زعفران دارن ولی بزرگترین خریدار زعفران افغانستان هستن. اما تو دهه زمان هندوستان با وجودی که تولید دارن در بعضی چیز خود، ولی زعفران افغانستان بسیار به خوبی میخرن. ایران ممالک هست که ما زعفران صادر میکنیم. شما فکر کنین از تقریبا 2 تن ما امسال با 500 تن تولید افزایش یافته. یک مارکت بسیار کوچک بود که امروز بالاخره رو به انکشاف است. اما تو تولیدات دیگه ما، چون بیشتر ما زراعتی بودیم، تاکید ما از اون دلیل بوده که بیشتر روی زراعت افغانستان بوده. پلیزو مثلا در سنگ مرمر ما با وجودی که مرکز کیفیت سنگ مرمر را داریم، دیز آل کوشش روی ازی است که ما امی تکنیکا، امی متدایی که اینا باید از استفاده درست از سنگ مرمر افغانستان بکنن، نو استخراج از اینا را بر از اونا بیاموزانیم که بتانیم مارکت های مثلا اروپا را تحت پوشش خود قرار بدیم. ایتالیا بزرگترین مارکت بر سنگ مرمر افغانستان است. بسیار خوب. افغانستان به عنوان یک کشور وارداتی شناخته میشه، از این لحاظ میگن یک کشور مصرفی هست و همچنان در کشورهای وارداتی ایستادگی اقتصادی وجود ندارد، تولید در سطح بسیار بسیار پایینش وجود دارد. چطور میتونیم ما با همچون وضعیتی از افزایش صادرات بحث بکنیم؟ ما در افزایش صادرات به دلیل ازی بحث میکنیم که تولیدات ما که است، اما تو که گفتم دلیلی که ما زراعتی را بیشتر بحث میکنیم، مثلا ما مشکلات خود داریم، یعنی ما برتان بگیم که مثلا در اما قدر چندین ساله که بوده، باید از گفتم زیربناها صورت میگرفت، ایجاد میشد، برای سردخانه ها می بود، بالاخره کمپانی های پروسسینگ می بود که ما بیشتر و خوبتر تولید داخل افغانستان می داشتیم. ولی متاسفانه اگر دونر آمده، دونر گفتم پول را که میتم برای شما، پول را میتم که شما مصارف بحث تکنیکی بکنین، یعنی مشاور براتون میارم، ماش از اون میتم. خب بالاخره پروژه ختم شد و وقتی که پروژه با میلیون ها دلار ختم میشه، ما حتی یک، یعنی هیچ چیز از وجود نداره، بالاخره یک اثر وجود نداره که پروژه به اینی بزرگی خود آمد در این سکتور هم را ما همکاری کرد. ولی در عین زمان ما فعلا کاری که صادرات صورت میگیره، صادرات افغانستان کاملا بلک است، یعنی با حجم بسیار زیاد از افغانستان صادر میشه و بالاخره اگر دبی میره، دبی بالاخره پروسسش میکنه، اگر نبات تیبیز هر چی که هست. اما تو به پاکستان هم تو میشه، به هندوستان، هر مملکت را که شما فکر میکنین، حتی بس قالین افغانستان است، ما از قالین افغانستان اینجا میبافیم و بالاخره به بیرون از افغانستان به فروش میرسه. ولی دلیل افزایش از این است که تقاضا در مارکت بیشتر بوده بر تولیدات افغانی. مثلا
اگر ما امیال میوه خشک افغانستان ببینیم، مارکت بسیار زیاد خوب را ما داریم که خوشبختانه اینمی دلیل بوده که تقاضای بیشتر بالاخره تولید بیشتر سبب شده. مثلا همون که زعفران افغانستان گفتم، استراتژی بازاریابی که اداره انکشاف صادرات افغانستان ساخت با همکاری یوسید، امی استراتژی بود که گروپ کاری ساخته شد و با امو گروپ کاری تحت چند وقت کار کرد و بالاخره ما امسال در تولید از او افزایش میبینیم و ما خوشبخت هستیم که با اثر از اون استراتژی که ما تدوین کرده بودیم و تطبیق کردیم، بالاخره زعفران افغانستان در بین 14 مملکت جای اول گرفت که بالاخره آل امو کمپانی که مقام اول گرفته میتونه برای چندین سال به خود اتحادیه اروپا زعفران افغانستان صادر کنه و دلیل افزایش صادرات هم می بوده که تانستیم امتی افغانستان و نام افغانستان در ممالک بیرونی معرفی بکنیم. بسیار خوب. ما اکثرا شاهد افزایش ارزش ارز افغانی در افغانستان هستیم، مخصوصا تا 10 روز پیش قیمت $1 حدود 56 تا 57 افغانی بلند رفت. کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که افزایش ارزش ارز در یک کشور باعث کاهش در صادرات میشه. آیا فکر میکنین با چنین وضع باز هم ما افزایش در صادرات خواهیم داشت؟ ما یعنی تفکر یا فکر خود من نمیگم، من ارقام را که پیشروی دارم و اساس از او ارقام گپ میزنم و به اساس فعالیت هایی را که ما انجام دادیم، ارگانایزی ربط ما انجام داده، به اساس از او گپ میزنم. تمرکز فوق العاده نسبت به سابق روی صادرات وجود داره و دلیل افزایش هم می بوده میتونم به خاطر که تنها ارگان اداره انکشاف صادرات ما میتونیم بگیم که من حیث رهبری این فعالیت ها را اجرا میدیم، ولی در پلوی ما ارگان های کلیدی دیگه هست که از ما حمایت میکنن، مثلا سفارتخانه ها هستن، ارگان های یوسید هست و برنامه مختلف ایجاد شده که ما ارزش زنجیری تولید بلند ببریم و بالاخره صادرات بیشتر و خوبتر را بیرون از افغانستان داشته باشیم. طبیعی است که قیمت پول در عایدات افغانستان تاثیرات فوق العاده خود داره و خواهد داشت و داشتن یک ثبات در ارزش پولی افغانستان کمک میکنه افغانستان که ارقام ما یعنی بیشتر و درستتر و ثابتتر باشه، ولی به خاطر از اینکه خب بیشترین تبادل هم که صورت میگیره در افغانی صورت نگرفته، صادرات افغانستان مثلا بیرون از افغانستان در پول دلار صورت میگیره و بیشتر تبادله پول هم بوده و در همین زمان پولی ازی که تبادل پول بوده در تجارت تبادل مواد به مواد هستم. یعنی ما اگر تجارت شما ببینید، جواز تجارتی هم صادرات اجازه میده هم واردات، مردم بیشتر به این که به پول تبادله کنن، اینا بیشتر به امتعه تبادله میکنن. بسیار خوب. ما در اخیر میخواییم از شما بفهمیم، ما فکر میکنم که حدود 1 تا 1.5 دقیقه دیگه در برنامه وقت بیشتر نداریم، از شما از اقلام مثل قالین و میوه خشک یادآوری کردین که بازار یا زعفران در کشور که رقیب بسیار سرسختش در ایران زدش فعالیت میکنه و خودش سونامی میدانه در قسمت صادراتش برای کشورهای دیگه. آیا فکر میکنین در چنین شرایطی که ما خب وضع امنیتی خوبی هم نداریم، در یک شرایط بحرانی برای انتخابات خودمان هم روبرو هستیم و قیمت ارز هم نوسانات بسیار شدیدی داره، مثلا به سمت بلند رفتنش، فکر میکنین که آیا اینا میتونه توجیه بکنه این که در بازارهای خارجی ما امسال خصوصا در این ربع آخر ما افزایش در صادرات تولیدات کشور داریم؟ این تولیدات مثل قالین، میوه خشک، انار. من میخوام بگم که ما مثلا امرای ایران رقابت نمیتونیم بکنیم. البسه. بله، ما امرای ایران مثلا مرقبت نمی کنیم یا ممالک دیگه که امرای ما همسان است، ولی ما دهن زمان امو که میگن کمپیت نمی کنیم ولی کمپلمنت می کنیم. چیزی هست که ما بالای از او مثلا مارکت وجود داره، تقاضا بیشتر است، ولی ما هم در مو بازی خود می کنیم و تولید خود در او مارکت عرضه می کنیم. مثلا اگر ایران است با امتیه ما اگر مقایسه بکنیم، امتیه افغانی از اونا که بسیار زیاد بهتر است، به خصوص زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت، بوی و قالین افغانستان. قالین افغانستان اما طور که برتون گفتم، ما قالین افغانستان چون دست باف است و ما فعلا کوشش ما روی عزیز که ما تولید قالین افغانستان، افغانستان هم من حیث یک مملکت تولید کننده قالینای دست باف معرفی بکنیم نسبت به اینکه ما تنها دیزاینای خود داشته باشیم. ممنون شما بانو عبیبیار با اخبار خوب و خوش شما در پرومون افزایش
صادرات کشور. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما رو به خداوند می‌سپارم.